به نام خدا. بخش 21 رو آغاز میکنیم با عنوان توپولوژی متری، ادامه بخش 20 رو. توی بخش قبلی اومده تعریف فضای متری رو گفتیم، تعریف متر رو گفتیم، گفتیم این فضای توپولوژیک رو بهش بگیم مترایزبل هست اگه یک متری وجود داشته باشه که توپولوژیک همون متر تولید بکنه با توپولوژی که با توپولوژی اولیه فضای یکسان بشه. و توضیح بدیم که چطور یک متر میاد یک توپولوژی تولید میکنه. نشون دادیم که آرت آرن فضیل روسی آرن و آر اومگا متر فضیل هستن. توی این بخش میخواد رابطی ببینیم که این فضایی که مترایزر هست نسبت به عملگرهایی که قبلا تعریف کرده این چطوری رفتار میکنه. مثلا از این فضاش مترایزبل میشه، حاصل ضربش میشه و یه چند تایی هم در یه چند فضایی هم در مورد تقابع پیوسته که به فضای متریک تعریف شدن اثبات میکنه. فضایی مترایز بکشه، خب مثلا مترایز بکشه نسبت به زی فضا خیلی خوب عمل کنه. همونطور که ما تزارش داریم ترسیم که اگه A توی مجموعه X باشه توپولوژی زی فضایی به A بدیم، A هم یه فضایی مترایز بکشه. چطوری؟ خب اینجا مترایز بکشه هست، پس یک دی وجود داره که متر باشه روی آ کافیه که اون دی رو تحتیلش کنیم به این زرد از ای. تحتیل دی هم مثل خودش یک متر میشه. کردنش واقعا واضح هست و توپولوژی که دی تهدید شده روی ای میسازه با توپولوژی دی فضایی یکی میشه. پس توپولوژی که این دی تهدید شده میسازه مساویه توپولوژی زی فضایی ای هست. نسبت به حاصل که نسبت به حاصل ضرب چطور عمل میکنه؟ خب دیدیم که اگه آرن توی بخش قبل دیدیم که آرن مترایزبل هست، بیشتر حتی دیدیم که آر اومگا مترایزبل هست. همون اثباتی که نشون دادیم که آر اومگا مترایزبل هست رو میشه همون اثبات رو مختصر تغییر به کار برد برای اینکه نشون بدیم که اگه یه تعداد شمارهای فضای متریک داشته باشیم حاصل ضربشون مترایزبل هست. برای یه تعداد ناشمارا دیگه ممکنه که برقرار نباشه، یعنی یه تعداد ناشمارهای فضای متریک رو دیگه هم ضرب بکنیم ممکنه که دیگه مترایزبل نباشه.
اگه توپولوژی که روش حتی روی تعداد شما را میگذاریم و توپولوژی پروداکت نباشه، توپولوژی باکس باشه، همون هم دیگه ممکنه که نفرایزبل نباشه. توی این بخش دو تا مثال میتونم ارائه کنیم برای اینکه این رو نشون بده. در مورد مجموع در مورد فضایی که توپولوژی اونها از یک ترتیب اومده چیز زیاده نمیشه گفت. بعضی هاشون نفرایزبل هستن مثل آر و بعضی هاشون نفرایزبل نیستن. مثالش رو توی بخش های بعدی احتمالا ببینیم. خب بریم اولین قدم بریم ببینیم که تعریف اپسیلون دلتا برای پیوستی که ما قبلا داشتیم آیا به فضای متریک هم تعریف پیدا کنند یا نه. پس فرض کنیم که یکی داشته باشیم نشونش بدیم در دی وای اگه از محتوا مردم باشه من دیگه عدسش رو نمیذارم اون وقت نشون بدیم که اف پس اف پیوسته است اگر وقتم پرگرد این شرط اپسیلون به تو برقرار باشه به ازای هر اپسیلون مثبت به ازای هر اکس فی و دلتا مثبتی وجود داره به طوری که اگه x متعلق به x باشه و دیه x به x در دلتا باشه بشه ازش نتیجه گرفت که فاصله fx و fx هم از اپسیلون کم تر میشه. از این دیه x البته هست و اینم یه باری هست و ممکنه من لیستش رو دیگه نگذارم. خب این اثباتش رو بکنیم. خب از بالا به تو پایین اگه بکنم بیایم اگه فرض کنیم که فی بسته باشه اکس صفر هم داده شده اپسیلون مثبت هم داده شده پس فرض کنیم که فی بسته باشه اکس صفر هم توی اکس باشه و اپسیلون هم مثبت باشه. گوی مرکز FXF و اپسیلون یه مجموعه بازی هست توی Y و چون که F پیوسته هست تأثیر بارونش باز میشه توی X FX0 اینجا هست پس FX0 اینجا هستش. حالا توی فضای متریک X هستیم توی فضای متریک X یه مجموعه باز داریم و یه نقطه هم توش داریم پس یه گوی حول این هست که از این مجموعه بشه پس یه دلتای مثبتی هست که گوی مرکزی X0 شاید دلتا از این مجموعه فارونه گروه مرکزی FX از رو اپسیلون بشه. خب ادعاها این هست یعنی همون دلتایی هست که دنبالش بگرده دیگه اگه فاصله X تا X کوچکتر از دلتا باشه اینجا دعا کنید اگه یه X داشته باشیم که فاصله اش تا X کوچکتر از دلتا باشه یعنی X اینجاست پس X اینجاست یعنی چه؟ یعنی FX اینجاست FX اینجاست یعنی چه؟ یعنی فاصله FX از اپسیلون کم تره پس این شرط برقرار است. فرض کنیم این شرط برقرار باشه چرا پیوسته است؟ خب فرض کنیم که یک همسایگی از مثلا توی X فرض کنیم که
اکس دفعه پوزی هست اکس باشه و دیگه همسایه اون باشه. حالا چون که فضا متریک هست با یه فضای متریک هست یک روی حال دفعه اکس دفعه هست که اینجا باشه بس اپسیلا مصبتی وجود داره که بود مرکز دفعه اکس باشه و اپسیلا این مجموعه بی باشه. حالا این اپسیلان رو برمیداریم بیاریم اینجا اکس دفت رو داریم اپسیلان رو داریم دفت رو پیدا میکنم پس یه دفت هایی وجود داره که تمام اعضای گود و از اکس دفت و شوهر دلتا تصویرشون میافتم توی گود و از دفت اکس دفت و شوهر اپسیلان در این برمیم همین رو دیگه چیه میگه؟ میگه که اگه اکس رو اینجا بگیریم اکس رو اینجا بگیریم یعنی فاصله اکس و اکس دفت کوچکتر از دلتا باشه اون من فاصله اف اکس دفت و اف اکس هم کوچکتر از اپسیلان باشه. پس اگه اکس رو من اینجا بگیرم اف اکس اینجا هست و همین نامس و همین رابطه زیر مجموع بودم رو دورش نشون خب اینجا رو نگاه بکنم شما این رو با این مقایسه بکنیم این دوتا رو پس درست میاد که این زیر مجموعه بی هست از دو طرف هم اگه دفعه رو بگیرم درست میاد که داشتیم این رو خب پس اگه این مجموعی همسایه یه از اف اکس صفر داشته باشیم اون وقتی همسایه یه از اکس صفر داریم که اف اون زی مجموعه ویه پس اف توی نقطه اکس صفر پیوسته هست به ازای هر اکس صفر که توی اکس بگیرم پس اف یک تابع پیوسته هست بعد که میتونم بکنیم این هست که روابط آشنایی که وجود داره احتمالاً از درسای دبیرستان یا ریاضی یک که پیوستگی یه تابع رو با همگرایی دنباله یه ضابطی ببر میکردیم که با همگرایی دنباله ارتباط داشت میتونم اون رو تعمیمش بدیم پس یک لیم من اینجا را برای سوال بکنم لیمی که میخوام سوال بکنیم صورتش این هست فرض کنیم که پس فرض کنیم که اکس یک فضایی توپولوژیک هست و فرض کنیم که یک دنباله ای زیر مجموعه اکس هست و یک دنباله از اعضای ای وجود داره به طوری که دنباله به سمت یک عضوی از اکس هم گرا بشه خب ازش بچه بگیر میکنیم اکس در رابطه فضای ای خب اثباتش واضح هست برای بگم که بستار A هست باید چی بگم؟ باید بگم اگه یک همسایه ای از X داشته باشم
اگه همسایه اگه از X داشته باشم، از این همسایه گرفتم A رو قطع میکنم. خب یه همسایه اگه از X گرفتم، چون که A رو به سمت X میره، پس از یه جایی به بعد A رو توی U هست. خب مثلا یکیشون باشه کافیه، مثلا A انگلیس N بزرگ توی U هست، پس U اشتراک A پس هر همسایه که از X بگیرم، اون همسایه A رو قطع کنه، پس X توی مصدر A هست. خب حالا عکس این هم برقرار هست به شرطی که X فضایه متریک باشه. پس فرض کنم که بیشتر علاوه بر اینکه X فضایه باشه، فرض کنم که X متریزیبل باشه. خب پس یک متریکی روی X وجود داره که توپولوژی X یکی باشه، مثلا متریزیبل باشه و با متریک D. خب یه فضای متریزیبل بگیریم با متریک D و فرض کنیم که عکسش رو بخوام ثابت کنیم. فرض کنیم که X هم داریم مطابق بستار A، میخوام بگیم که یه دنباله ای توی A وجود داره که این دنباله به سمت، پس میخوام بگیم که یه دنباله ای توی A وجود داره که این دنباله به سمت X میره. خب به ازای هر N بود مرکز X تا شوهای یک این رو در نظر بگیم، این یه همسایه از X هست و چون که X توی بستار A هست، حتما A رو قطع میکنم. خب A N رو اینجا بگیم، پس A N رو این چون که قطع میکنه ناتوهی هست، A N رو متعلق بگیم به این همسایه، این اشتراک. پس فاصله A N تا X از یک نام کم تر بگیریم، پس هر N خب دیگه واضحه دیگه، A را به سمت X میکنه، واضحه پس. اما خب چرا؟ به این خاطر که اگه من حول X همسایه بگیرم، مثلا این U باشه حول X، اون وقت چون که X یک این U باشه حول X، چون که فضای متریک داریم، حتما یه دونه گول حول X هست به شعار اپسیلان که کامل از این مجموعه U میفته. حالا کافیه که N رو طوری بگیرم که یک نوم از اپسیلان کم تر بشه، N بزرگ رو اینطور بگیرم، اون وقت A N به ازای اندیسای بزرگتر از N از اینجا نگاه کنم دیگه. اگه N از N بزرگ بیشتر باشه، اون وقت یک نوم از یک N بزرگ کم تر میشه، این هم از اپسیلان کم تر میشه، پس A N متعلق میشه به این گول مرکز X و شوال اپسیلان، پس به خصوص متعلق میشه به U، پس دنباله A به سمت X میره. خب از همین لیمیا وضعیه که گفتیم یک ضابطه برای پیوستگی توابعی دست میاد که دامنشون متریزیبل هست. خب پس فرض کنیم که الفریک تابعی باشه که از X بار بره، فعلا X باری رو فضایی توپولوژی بگیریم، X و Y
تو فضایی تو پروژه هستن ازدامت رایز به نیستن و فرض کنیم که دنباله یه همزی ایکس داشته باشیم خیلیم دنباله توی ایکس هم یه را باشیم به صفحه ایکس حالا اگه افتی بسته باشه اون وقت از این میشیم نجا گرفت که از دو طرف میتونیم اف بگیریم اف ایکس این به سمت اف ایکس میره خب برای که بگیم که اف ایکس این به سمت اف ایکس میره باید چی بگیم؟ باید بگیم که فرض کنیم که همسایه یه اف ایکس داریم پس فرض کنیم که بی یک همسایی باشه خود اف ایکس پس اف ایکس اف ایکس توی بی هست و بی هم باز هست بنابرای پیوستگی بی همسایه یه هول ایکس وجود داره به طوری که اف اون همسایگی که مجموعه وی بشه از پیوستگی اف داره استفاده کنه خب حالا چون که ایکس ان به سمت ایکس میره از یک رو بعد عناصر ایکس ان توی یو هستن یو هم همسایگی ایکس داره پس از این n بزرگ به بعد xn ها توی u هستن خب xn ها که توی u باشن پس fxn ها توی v هستن اثبات شد دیگه اثبات این هست دیگه پس ما یه همسایه بود fx گرفتیم و نشون دادیم که از اینجا به بعد همه fxn ها توی اون همسایه اگه هستم به عبارت دیگه اف ایکس به سمت اف ایکس خب عکس این چیزی که گفتم هم برقرار هست به شرطی که دامنه تابع مترازیبل باشه پس عکسش رو الان هم اثبات کنیم با فرض اضافه دامنه اف مترازیبل هست Thank you.
خب دو سه تا شرط مواد برای پیوستگی داشتیم، برای که بگیم که کار پیوسته است دو سه تا شرط مواد داشتیم. یکیش این بود اگه من نشون بدم که به ازای هر ای کسی مجموع اکس بگیرم اف ای بار زی مجموعه اف ای بار هست، اون وقت معادل با این هست که بگم تا به پیوست هست دیگه. چرا این هست؟ خب فرض کنیم که بیس اینجا باشه، خب چون که بیس رو به ترایزبل گرفتم توی فرض، پس یک دون بالا ای از عناصر ای هست که به ایکس میره. خب این به سمت x میره، از فرم استفاده کنن نتیجه گرفته میشه که f a این به سمت f x میره. خب f a این ها کجا هستن؟ f a این ها همشون توی f a بزرگ هستن. خب پس من یه دنبال ای دارم از عناصر این مجموعه که به سمت یک چیزی میره، پس اون چیز باید یه بس داره این مجموعه باشه، پس از این جورش گرفته میشه که اف ای یه بس داره اف ای هست. این رابطه اثبات شد دیگه، ایکس رو من گرفتم اینجا، من نشون دادم که اف ایکس توی طرف راست. خب میشه دید که ما استفاده زیادی از متر نکردیم، یعنی بیشتر استفاده ای کردیم از یکی از ویژگی هایی بود که یعنی یک فضا متر داشته باشه و فضا این ویژگی رو باید داشته باشه. خب کاری که بخواهم کنم اینه که این ویژگی رو مجردش کنیم، ببینیم دقیقا از چه ویژگی استفاده کردیم اون رو میگم مجردش کنیم یه طرف جدا برش میگیم. پس یه تعریف میکنیم، میگیم که یه فضای توپولوژیک رو در نظر بگیریم و یه رو در پشت در نظر بگیریم. میگیم که x شما را یه نوع اول هست به نقطه x صرف، پس میگیم که فرس کانتبل هست کانتبل توی نقطه x صرف اگر که یه تعداد شمارش وزیر همسایگی حول x صرف وجود داشته باشه، پس وجود داشته باشه یه تعداد شمارش وزیر همسایگی از همسایگی x صرف، از همه این میو این ها همسایگی x صرف هستن با این خصوصیت، به طوری که هر همسایگی که بگیرم هر همسایگی دلخواهی که از x صفر بگیرم یکی از این نازی مجموعه این باشه، یک n وجود داشته باشه به طوری که u n به مجموعه u باشه. خب از آیه متریک توی این خصوصیت سر میکنم، شما اگه x یه فضایی مترایزبل باشه با متریک d، اون وقت اینو از چی بگیرم؟ مثلا x صفر رو بردارش داده باشم، پس فرض کنیم که x با متریک d
کافی ایون ها رو بگیریم روی مرکز x فشار 1.9 پس این ایون ها رو بگیریم این x باشه u1, u2, u3 واضحه که هر u که بگیرم هر همسال یکی از x بگیرم مثلا شکل دوباره نمیخوام بکشم یه همسال دیگه مثلا دلخواه بگیرم اون وقت چون که باز هست یو باز هست ایک سفر داره یه گوین حوله اونها به شاه اپسیلان داره وقتی به شاه اپسیلان رو داشته باشه اون این رو کمش میکنیم که یک نوم از اون اپسیلان کم تر بشه این ها دیگه یکی از یو این ها هست کرد بعضی مجموعیه اون گوی به شعار اپسیلون میشه اون خود گوی به شعار اپسیلون هم از این مجموعه یو بوده پس فضا به نشوری که خصوصی از رو دارم حالا میشه نشون داد که این دو تا لیمی که حالا یا دو تا قضیه که الان اثبات کردن در واقع از همین استفاده میکنن یعنی از این میشه که فضا به نشوری استفاده میکنن میتونم سریع بگم این رو تعریف که گفتم تک میکنم تعریف این هست که x شما رای ما اول هست توی نقطه x این کل x شما رای ما اوله اگه تو تک تک نقاطش شما رای ما اول بشه مثلش تعریف پیوسته دیم میگیم رو کل مثلا x تا به پیوسته هست اگه تو تک تک نقاط پیوسته بشه پس میگیم که x فرس فانتومی هست رو خفتش رو نویسم اگر که x فرست فانتومی باشه که نقطه x x بذاره در x که توی x بزرگ درست مثل تعریف به صورت موضعی تعریف میکنیم و تعمیمش میکنیم به صورت سر و سر که میگیم فیل اکس سر و فیل اکس سر تعریف کنیم و این رو کنش از نگه تو تک تک نقاط باشه خب حالا بس فرض کنم که به جنگی توی این دوتا لیمی که گفتم فرض کنم که اکس مترایزیبل هست و فرض کنم که اکس فرست کانتیبل هست یه نقطه ای جو من سرچ میکنم این رو اگه این چنین چیزی وجود داشته باشه من میتونم فرض کنم که این ناتو در اوزار هستن من میتونم فرض کنم که اینها هی کوچیکم میشن مثل همینجا اینجا این همسایه گره تو در تو هستن دیگه میتونم فرض کنم که یو ان آر تو در تو هم هستن خب اگه این طور نباشه اگه یو ان آر تو در تو نباشه تعریف کنم وی یک تعریف کنم یو یک وی دو رو تعریف کنم اشتراک دو تا اولی اشتراک سه تا اولی اسمشه دو درم ایسه همینطور اشتراک این توی اول اسمش رو میگذارم بی ان خب اینا همشون باز هستن x صفر هم در بر دارن پس این اشتراک هم همه باز هستن x صفر در بر دارن پس این ها مثل یو ان ها این ها هم سایه گرایی از x صفر هستن تو در فرام هم هستن باز نه دیگه کوچیک تر میشن این خصوصی که دارم داره بگیره وقتی که یه همسان رو گیده بخواه بگیرم از اکسه یکی از یون ها رو در بر دارم وقتی که این رو در بر داشته باشه این که کوچیک تر هستم در بر داره پس من همیشه فرض میتونم فرض کنم که اگه چنین دستی از همسایگی ها وجود داره اینا تو در تو هم هستن Thank you.
بریم سراغ دو تا دیگه که قبلا گفتیم، ببینیم که چطوری میشه اینها رو مجردش کرد. فرض کنیم که یکیش این بود دیگه، گفت که اگر که اگر که x تیر از تار x مجموع باشه، اون وقت که دنبال یکی از ارزای a وجود داره به سمت x میرن دیگه. تحت چه شرایطی؟ فرض کنیم که x مترازیبه باشه، حالا فرض کنیم که x فرست کانتبل هست، خب وقتی فرست کانتبل هست یک همسایگی میگیرم به سر اونجا دیگه. به اصطلاح هم میگیم که این یک پایه هست، پایه شما را هست به نقطه x. یک کانتگل بیس هست به نقطه x. پس یک چنگ چیزی وجود داره، یک کانتگل بیس وجود داره به نقطه x. و میتونم فرض کنم که تو در تو هم هست. این رو x صفر گذاشتم. خب این un ها همشون همسایه x صفر هستن، پس همشون a رو رد میکنن. مشابه چیزی که اونجا گفتم، این حتما یه دونه ای که میتونیم توی اینجا اختیار بکنیم و این ای انها به دنبال ای توی ای هست، ای بزرگ هست به سمت اکسلت میره. چرا؟ برای اینکه اگه هم سوره یه دلتا مثل این رو بگیرم از اکسلت بگیرم، بنابرای اینکه خصوصیت یو ان ها حتما یه دونه یو ان جا هست. خب یو ان که اینجا باشه، بقیه یو ان ها با عدیسایی بزرگتر از این بزرگتر اینجا هستن دیگه. پس ا عدیس ان بزرگ اینجا هست، ا عدیس ان بنابرای یک اینجا هست، بنابرای ا ان ها هم یفتن توی این یو ان، یو ان عدیس ان بزرگ، پس بخصوص توی یو. تعریف همگرایی هست دیگه. از اینکه دو گمون هم یا لیم دو گمون هم که اثبات کردیم، از لیم اول استفاده کردیم. خب اگه لیم اول تحت شرط تحت این شرط برقرار باشه، همون اثبات های بعد کار میشه گیره که از این دو گمون رو اثبات کنیم. ولی این بخش به اختصاص داره به روش هایی که ما میتونیم استفاده کنیم توابعه پیوسته جدید درست بکنیم. قبلا یه چند خیلی قضیه داشتیم که چطوری توابعه پیوسته درست بکنیم، مثلا اینکه مثلا ترکیب دو توابع پیوسته پیوسته هست، نمیدونم تحقیقی توابع پیوسته پیوسته هست، گسترش دادن این تابع پیوسته اگه ما بردش رو گسترش بدیم پیوسته است، اگه بردش رو تحت شرایط تحقیق کنیم پیوسته است، از اینجور وضعه رو قبلا داشتیم. حالا توی شرایطی که ما با فضای متریک سر کار داریم یا حتی حالت خاص در اون مثل شرایطی که با آر سر کار داریم که توش جمع ضرب امکان پذیر هست، بازم تابع پیوسته ای میتونیم
از روی تابلو A هسته یه که داریم بسازیم. میخوام ثابت کنیم که اگه که دو دو تابلو پیوسته داشته باشیم که به R برن و هرشون پیوسته باشن، جمعشون، ضربشون، تفریقشون، خارج قسمتشون به شرط کتاب دومی شخص صرف نشه، این همه پیوسته. خب پس فرض کنیم که x یک لیمه مقدماتی میگم تابا به جمع و ضرب و اینجور چیزا رو که در نظر بگیریم، جمع و ضرب و جمع و تفریق و ضرب، اینا همشون تابا به پیوسته این هستن از آرزم در آرام تعریف یک وضعیه هست که با همون استرده با یه اپسیلون دلتا یه راحتی اثبات میشه، احتمالا توی دلیل استان حتی اثباتش رو دیدید. اگه ندیدیم اون باره تمرین اثبات کنیم که این پیوسته هست روی آرزم در آر توپولوژیه حاصل ضرب بگذاریم. میشه که دلیل اصلا ندیدیم، من روی معنی هست که برای تو بولوژی رو من خیلی یک نور می بدست بود دیگه، همون فاصله توی آرزم در آن و فاصله رو هم من قبلا دیده بودید. تابع خارج قسمت هم یه تابع پیوستگی هست چگاه میکنیم از x میایم به آر ضرب در آر آشتابهی x کوچیک رو برمیداریم میاریم به زوج مرتبه fx ضرب در gx. پیوسته است. چرا پیوسته است؟ برای اینکه مؤلف آش پیوسته است، مؤلف آش برای فرض پیوسته است. خب از آر ضرب در آر هم که تابع جمع پیوسته است، نه پیوسته است. خب این تابع جمع چه کار میکنه؟ این زوج مرتب رو برمیداره میبره به جمعش. خب حالا ترکیب این دو تابع پیوسته پیوسته است، این ترکیب چه کار میکنه؟ x رو میبره به f x علاوه gx، پس همون f برای g هست. به طریق مشابه میشه دید که تفریقشون پیوسته است، ضربشون پیوسته است و خارج قسمتشون به شرطی که gx هیچ وقت صفر نشه پیوسته است. یه روش دیگه وجود داره برای اینکه از روی یک برای ساختن یه تابع پیوسته یه تعریف قبلش من کنم. فرض کنیم که fn ها پس فرض کنیم که دو ماده داریم از x به y که x از این مجموعه هست و y یه فضایی متریکه، پس این مجموعه هست این x و y هم یه فضایی متریکه بذار کرد. هم یه تابع این هست از x به y. میگیم که fn ها به صورت یک نواخت به سمت f میل میکنن، پس میگیم که fn ها به سمت f میرن به صورت یک نواخت. یونیفورملی اگه که این شرط برقرار باشه،
به ازای هر اپسیلون مثبت یک n بزرگی وجود داشته باشه، به ازای هر یعنی که از این بزرگتر باشه و هر x بگیر x بگیرم، فاصله fn x و fn x از اپسیلون کمتر باشه. خب توی این شکل بگیم که دنباله n به صورت یک نواخت به تا به F اهل بس. شهودیش چی هست؟ فرض کنیم که اینا همشون تقابلی باشن که روی R ترک شدن. از فرض کنیم که اینها مثلا تقابلی هستن که روی R ترک شدن و خب افتقابت تابعی هست که روی R ترک شده مثلا این تابعه ایست. خب یکی به ازای هر اپسیلان اینی وجود داره که به ازای اینایی که از اون بیشتر باشه به ازای هر ایکس فاصله ایف این ایکس ایف ایکس از اپسیلان کم نمیشه. اصلا کافیه که اینجا بندازه اپسیلان یه دونه نوار خوده این بکشم. خب پس میگیم که تابع FN ها سمت F میرن به صورت یک نوا اگر از یه جایی به بعد هم نشون بیافتن توی این نوا پس دیگه FN بزرگ مثلا در انجام میفته FN برنامه یک بزرگ اینجا میفته یکش اینجا میفته پس دیگه از یه جایی به بعد از این نوا خارج نمیشن این برای هر اپسیلون اتفاق میفته یعنی اپسیلون کم تر کنم بازم از یه جایی به بعد این را توی هم نشون توی همین نوا هستن از این صورت شهودی رو تنبیه بریم همگرای یک نواخت چه میگه؟ همگرای یک نواخت منظور از همگرای یک نواخت چیزی هست که من رسمش کردم توی حالتی که تمام از آر دارا باشه خب حالا فرض کنیم که یک دنباله ای داریم که از پیوستگی میخوایم صحبت کنیم مجبوریم که این قضیه توپولوژیک بگیم پس فرض کنیم که یک دنباله ای داریم قضیه پس فرض کنیم که fn ها از x به y تعریف شدن دومی فضله متریک هست و x هم یه فضله توپولوژیک هست پس x اینه اسپیس هست y هم مترایز بگه هست و فرض کنیم که fn ها به ازای هر n fn چه مطابقی هست همش فرض کنیم پیوسته هستن و فرض کنیم که fn ها به سمت یک f میرن به صورت یک نواخت تمیم که f هم پیوسته است
یه اکسش میگیرم توی اکس، اکس بزرگ و نشون میدم توی اکس پیوسته است. پس فرض کنم که اکس توی اکس بزرگ بشه. فرض کنم که بسید اینجا افتاقی هست البته از اکس به واحد. خب فرض کنم که هم سر یک از فکس صفر داشته باشم، پس فرض کنم که فکس صفر یه هم سر یک از باشه. خب چون که این وی فضای متریک هست و باز هم وی یک مجموعه باز هست توی فضای متریک و این نقطه هم داره، پس یه هم سر یک هولش رو یک گوی هول اون رو داره، پس اپسیلون مثبت وجود داره که گود مرکز فکسف و شوهای اپسیلان به مجموعه بی باشه. خب حالا بیام شرطی دادم رو استفاده کنم، اپسیلان مثبت هست از یه جایی ببرم، میدونم که این بزرگی وجود داره به طوری که به زیاد سایه بیشتر و هر اکسی که x بزرگ بگیرم فاصله fn x و fn x صرف از اپسیلان کم برش. خب یکی از این همیزه رو بگیر بزرگتر از n بزرگ بسید نظر میگیم مثلا خود fn x n بزرگ بشه. خب میدونم که f اندیس n پیوسته است و به فرض نه همشون پیوسته است پیوسته است. پس یک امسر دی وجود داره، پس یک به ازای اپسیلون مثبت دلتایی وجود داره که اگه ببخشیم از ایکس متریک نیست. گوی به مرکز اف اندیس ام ایکس اف و اپسیلون رو در نظر بگیریم، یک همسایگی هست از اف ایکس اف، پس یه دونه همسایگی وجود داره مثل یو، همسایگی از ایکس اف به طوری که اف اندیس ان یو زی مجموعه این گوی بشه مربوط به بستگی اف ان بزرگ. حالا اگه ایکس اینجا باشه فرض کنید که ایکس اینجا باشه چه اتفاق میفته؟ fn x فاصله یه fn x f و fn x از اپسیلون ها هم کم تر میشه. از طرف اینجا میدونیم که n کوچیک خود n بزرگ بگیریم، اینجا میدونیم که بذار هر x فاصله fn x و fn x صرف کوچکتر از اپسیلون هست، پس این رو هم داریم به خصوص ببخشید اینکه ببخشید من از اینجا نوشتم هم فاصله اف ایکس و اف ان ایکس.
بذار هر ایکس هست یه بار ایکس بگذاریم این رو این موچی که همه بزرگ بگذاریم یه بار هم ایکس سفت بگذاریم پس یه بار توی این رابطه به جای ایکس خود ایکس رو گذاشتم و این کوچیک رو این بزرگ گذاشتم یه بار این کوچیک رو این بزرگ گذاشتم و به جای ایکس هم گذاشتم ایکس فقط آب هستی چون که من اینجا دارم فرد کنم نظاره هر ایکس خب این حالاتی رو هم بگذارید از نامساوی مثلث هم استفاده کنید چی به دست میاد؟ خب x متعلق به این باشه fx و fx صفر رو میخوام fn x fx و fn x fn x fn x fn x و f پس فاصله این دو تا پس فاصله f x و f x f کوچکتری مساوی میشه با مجموع این دو سه تا پس کوچکتری مساوی میشه از کوچکتر میشه مجموع این سه طرف رو هم جمع بکنیم میشه صفر صفر خب چی به دست اومد اینجا هستم اکثر خواستم بگم پیوسته است فرض کردم که همسایگی از اف اکس اف داشته باشم به اسم وی پس اینجا اومدم گفتم یک گویی به مرکز fx فرض کردیم مجموعه ویه و من اگه همه اینا رو اپسیلون سوم کرده بودم الان درست بود دیگه یا میتونم این رو سه اپسیلونش میکنم در حال این را همش اپسیلون سوم اگه من انتخاب میکردم یعنی الان سه تا اپسیلون سوم بود که اپسیلون هست به عبارت دیگه اف اکس متعلق شده گویی مرکز اف اکس اف و شعاع اپسیلون خب پس یک همسایگی من اینجا اومدم یک همسایگی از اف اکس اف گرفتم همسایگی دلخواه و یه همسایگی مثل یو پیدا کردم از ایکس اف به طوری که هر ایکسی که توی این بگیرم اف ایکس توی این گوی میشه پس در واقع اف یو این مجموعه گوی به مرکز اف ایکس اف و اپسیلون میشه این رو هم کنار بلنزی مجموعه بی گرفتم پس این طور شد یه همسایگی خواه از اف اکس اف گرفتم یک همسایگی از اکس اف مثل یو پیدا کردم به طوری که تصویر اون همسایگی تحت اف زی مجموعه وی بشه پس اف پیوسته است
حالا اگه مثلا درست تعبیر بلاد سلات سوم بگیریم وجود در همسایگی اینا اپسیلون سوم بگیریم، همسایگی برای این به دست بیاریم و این را همش اپسیلون سوم که اون مجموعش بشه اپسیلون. چیزی که دقت کنید این هست که همگرایی یک نواخت علاوه بر توپولوژی فضا به متریک هم ارتباط داره. یعنی و شاید هم اینطوری هم علت اینکه شاید اسمش هم گذاشته به همگرایی یک نواخت ارتباطش با یونیفورمتری هست که قبلا گفتیم. یعنی فرض کنیم که مثلا FN ها همشون توابع باشن از X به A و البته F هم همینطور، پس همشون در واقع FN ها و F همشون توی آر توان X هم توابعی از X به A هستن. حالا متریک یونیفورم رو این در نظر بگیریم، پس من میتونم این رو بکنه حضر این متریک در نظر بگیرم. پس الان این رو باید تا به بشت نگاه نکنیم، این رو بگیریم که اینا اعضایی هستن توی این فضای متریک. میشه به راحتی دید که Fn به F میمونه توی این فضا تحت متریک یونیفورم. اگر مثلا اگر اون تعریفی که اونجا گفتیم به عنوان Fn به سمت F بره یکی به صورت یک نواخت، باز این احتمال همین حتی اینکه این رو گذاشتیم اسمشون متریک یونیفورم یا اینکه این رو بهش گفتیم یونیفورم این رو مشترک هست دیگه، یکیش رو اسم انتخاب کردیم یکی رو از روی اون نام گذاره کردیم. راحتی نمیشه دیگه، کار نداره دیگه. این یعنی چی؟ این یعنی که رو باره مثلا Fn و F چیم طبعه اپسیلون بشه از اینجایی رو باره هم دو سوکتی مهم دیگه سوکتی مهم دی باره Fx و Fnx ها x توی x در هر x توی x که توی اینجا هستش اینجا اتفاق میفته، این سوکتی مهم توی سوکتی مهم گرفتن اتفاق میفته. با مال تمرین خودتون اثباتش کنید. خب با دوتا مثال جلسه جلسه رو به پایان ببریم. خب حالا مثال اول میخوام بگیم که حتی آر اومگا اگه با توپولوژی باکس در نظر بگیریم دیگه این اینترایزبل نیست. میخوام بگیم که اینترایزبل نیست. خب باید چه کار بکنیم؟ باید بگیم که متریزبل نیست، باید یه خصوصیت رو پیدا کنیم که همه فضای متریزبل دارن اما این نداره. خب بریم سراغ همون فرست کانتیبل بودن، بگیم که نمیتونه فرست کانتیبل باشه. خب باید یه نقطه پیدا بکنیم و بگیم که هیچ همسایگی شما را هیچ کانتیبل هیچ پایه شما را یک دونه نقطه وجود نداره. خب نقطه شو چی بگیریم؟ صفر بگیریم. صفر بگیریم
8 دنبال یک همی از گاه آبش صفر. فرض کنیم که پس فرض میخوام به تنها بفرستم، پس فرض کنیم که اینطور نباشه. اینطور نباشه یعنی چه؟ یعنی فضای متریک باشه. خب پس این نقطه پس فرض با فرض که داریم میکنیم که فضای متریک هست پس وجود دارد یونی از همسایگی ها همسایگی های صرف یک کانتیبل به اسلام در گفتن یک پای شما را وجود داره نقطه صرف یک پایه شما را وجود داره خب همه شما باز هستندیم پس تقریبا از یو این ها باز هستند صرف را هم در بردارم پس یه عنصر پایه هول صفر رو در بردارم عنصر پایه هول صفر چه شکلی بود؟ به صورت حاصل ضرب بازها بود دیگه باز آیه پایه بود برای آر حاصل ضرب شما شد یک پایه برای آر اومگا پس صفر یه یک چنین چیزیه ای یک و بی یک دفتر ای دو بود دو این سری بازه دیگه شما را تو بازه خب شما همین ای و بی اپنگا همه این ها به این هم یه جوری بستگی داشته باشه با نویسش رو نمیذارم همشون رو حالا اینجا بریسیم نشون با اینا رو ببینیم از اول A یک و B یک ما نه اول مال سومی همینطور تو آخر این حالا رو بگیرسم ستای اولیش رو بگیرسم خب برای یه هم سایی که من یه هم سایی که من آخوز برستم یه هم سایی که از صرف میخوام پیدا بکنم که هیچ کدوم از این یون ها رو در بر نداره اگه چیز قلیه تر اثبات کنم درست بشه دیگه اگه بگم هیچ کدوم از این ها رو در بر نداره به وقت صورت رسید خب برای اینکه این یک رو در بر نداشته باشه میام این باز رو نصفش بکنم خب این صفر اینجاست دیگه صفر توی همه اینا هست پس یکیش منفی یکیش مثبت پس اولی رو ببینید میام بنویسم نصفش کردم دوم یه این رو برم دوم یه از این برم میدارم اونم نصفش کنم سوم یه میام از سوم برم میدارم اونم نصفش کنم همینطور تا آخر من یک همسایگی صفر پیدا کردم که هیچ کدوم از این ها رو در بر نداره چرا اول که در بر نداره برای که بازه اولش از این کوچکتر دومی چرا در بر نداره بخاطر اینکه بازه دومش از این کوچکتر است سومی چرا نداره برای که بازه سومش از بازه سوم این کوچکتر است
کوچکتر. پس این هفت سایی از سفر کردم که هیچ کدوم از این حالا بر نداره، پس هیچ کدوم از این یون حالا بر نداره، تناقض با اینکه این یک پایه شما را توی نقطه صفر از پایه شما را توی صفر نداره، بنابراین متریزبل نیست. اگه جای نامتناهی باشه هم من یک کپی از این رو کپی از آر اومگا رو در برمیدارم. وقتی که اون کپی متریزبل نباشه فضای بزرگتر هم متریزبل نیست. پس توی حال از این باکس تو پروژه باکس جلده ای سر کار داریم من هم حالتی متناهی هست متریزبل هست. خب حالا این پروداکت رفتارش بهتر بود، یعنی میدونیم که آر توان اومگا هم با تو پروژه پروداکت متریزبل هست، اما اگه این مقدار بیشتر بشه چی؟ خب آر توان جی رو در نظر بگیریم، پس با تو پروژه پروداکت که قرار شد که ننویسیم، این رو همیشه دیفالت ما این باشه که وقتی که ننویسیم یعنی تو پروژه پروداکت برای ترکیب نوشتم و جی ناشو بالا باشه. پس این مجموعه ناشمار آن کانتر باشه. باز هم همه تناقض برسیم، یعنی فرض کنیم که پس هم بگیم که متریز نیست. باز هم فرض کنیم که برهان خوب اگر اینطور نباشه، یعنی اگه متریزبل باشه چه اتفاق میفته؟ یعنی صفر رو دوباره در نظر بگیریم، فرض کنیم که صفر رو بگیریم چیزی که همشون عمر داره همشون صفر هستن، صفر رو بگیریم به اصطلاح اون عضوی که همه مالفاش صفر هستن، یک پایه شما را توی صفر باید وجود داشته باشه اگه فضا متریزبل باشه، مثل همونجا استدلال قبلی وجود دارد یک پایه شما را توی نقطه صفر. خب اینا هر کدوم از اینها باز هستن و صفر رو هم در بر دارن، پس یک بیس الیمنت این رو باید در بر داشته باشن، عضوهای پایه چه شکلی بودن؟ پس صفر مثلا اینطوری بودن دیگه. به صورت حاصل زرده بودن از مجموعه باز که این بین ها باز هستن توی آر غیر از یه تعداد متناهیشون بقیهشون کده آر هستن. پس اگه آر هستن متناهی به جی انجیس این رو نباشه اون وقت بی آر فو بشه کده آر. اگه هم باز باشه همشون پس اینجا اینه ایمت بیر از این مجموعه متناهی، پس اینجا اینه متناهی. خب باز باید پای این کاری بودن حاصل زردی از بازها که بیر از این تعداد متناهیشون بقیهشون کده فضا باشن تو پروژه حاصل زرد این کاری پایی هاشو تعریف کردیم. Thank you.
مجمع شما آرام شده. یه ها بچه متراحی هستن، یه اجتماع شما راشون میشه یه مجموعه شما را. خب یه مجموعه شما راست. خب اینجا را ببخشید، نم جایی گذاشتم ببخشید، این را یه چیز دیگه بگذاشید. آیا بگذاشید. خب آی شما راست، دی نا شما راست، پس حتما یه اندیسه پیدا میشه که توی جی باشه، توی آی نباشه. خب توی اون اندیسه خاص شکار کنیم، بیایم پی آلفا صفر بارونه با ذریع منهای یک و یک این را زبانیم. این چی میشه؟ در واقع میشه یکی که توی منفی آلفا صفرومش این بازه هست و بیش هم خود آر هست. توی منفی آلفا صفرومش بازه داریم، این الان یه همسایگی هست از صفر بازه. یه همسایگی از صفره، اما هیچ کدوم از این حالا برنامه شد. هیچ کدوم از این حالا برنامه. چرا؟ به خاطر اینکه این آلفا صفر من اینجا گرفتم توی آی نیست، پس توی جای ان نیست. وقتی توی جای ان نیست، آلفا صفر توی جای ان نیست، یعنی بی آلفا صفر کله آر هست. پس همه این ها توی مالفه آلفا صفرومشون آر دارند، در صورتی که این توی مالفه آلفا صفرومش بازه این های یک و یک هست. بنابراین هیچ کدوم از این ها نمیتونن از این مجموعه این بشن. وقتی هیچ کدوم از این ها نمیتونن از این مجموعهش بشن، تازه یومن هم بزرگ داره، پس هیچ کدوم از این یومن ها نمیتونن از این مجموعه این بشن. پس یه همسایگی از صفر پیدا کردیم که هیچ کدوم از این حاضر مجموعش نیست. بنابراین فضا، بنابراین چیزی گفتم اینجا اشتباه است. کانتور بیس توی نقطه صفر این واقعا نمیتونه تو چنین چیزی باشه، پای شما را توی صفر باشه. فرض رو که غلط هست، بنابراین فرض رو تنیه برای این رو که فرض کردیم فضا متوازبه هست، بنابراین فضا متوازبه نیست. رسیدیم درستمون رسید تا بر آخر قسمت و تا سر بخش رسید.